ادامه مصاحبه با دریاسالار کمال حبیب‌اللهی در روز سه‌شنبه 23 بهمن 1363 برابر با 12 فوریه 1985 در شهر فیرفکس ایالت ویرجینیا. تیم سر، امروز میخوام از حضورتون تقاضا بکنم که راجع به نقش شاه در اداره نیروی دریایی صحبت بفرمایید. و سوال اول من مربوط میشه به تصمیماتی که در اداره نیروی دریایی گرفته میشد. من میخوام از حضورتون تقاضا بکنم که برای ما بفرمایید که چه تصمیماتی رو شاه در نیروی دریایی شخصا اتخاذ میکرد. شاه فقید فرمانده کل قوا بودند، یعنی فرمانده نیروهای زمینی، دریایی، هوایی، ژاندارمری، پلیس و به طور کلی کلیه نیروهای مسلح و البته نیروی دریایی که جز بشه. و میتونم بگم تقریبا به دیتیل و به ریز درباره مسائل نیروها و البته بازم نیروی دریایی ایشون نظارت داشت. و مسائل نیروی دریایی شخصا یا توسط فرمانده نیرو یا غیر مستقیم توسط رئیس ستاد بزرگ ارتشداران به عرض می رسید و جواب می گرفت و دستور می گرفت. این تصمیمات شامل تقریبا همه چیز بود. مسائل عملیاتی بود، مسائل مالی بود، مسائل مختلف نظامی بود، مسائل پرسنلی بود و که جزئیات ما می بایستی به عرض برسونیم و تصویب بگیریم یا اینکه دستوراتشون هرچی بود که اینان ما عمل میکردیم. البته این بازم به اون صورت نبود که ایشون واقعا حرفای ما توجهی نداشتن، بلکه تا اینجا که من به خاطر دارم خیلی با دقت به حرفای ما گوش میدادن، من یکی که یادم هست و خیلی به منطق اهمیت میدادن، بحثای منطقی و بحثای علمی. و رو همین از وقتی یه موضوعی به طریق منطقی به عرض میرسید تقریبا امکان نداشت تصویب نشه، ایشون تصویب میکردن. در ضمنشون در نبود تقریبا در سال حداقل یک یا دو بار برای سرکشی به پایگاه‌های نیروی دریایی می اومدن و ما مخصوصا دقت داشتیم که در اون موقع با برگزاری یک مانور عملیاتی مخصوصا در ناوگان که ایشون می اومدن واقعا نشون بدیم که نیروهای رزمی دریایی در چه حد آمادگی هست. و اول نمونه خیلی بارز این وقتی بود که من فرمانده ناوگان شدم تازه و ایشون تشریف آوردن، من تازه فرمانده ناوگان شده بودم و اون موقع عطایی فرمانده نیروی دریایی شد، اصرار داشت که یه برنامه‌ای ترتیب بدیم. من گفتم که ناوگان اصلا آمادگی نداره چون ایشون خودش قبلا فرمانده ناوگان بود. ایشون گفت نه حتما این کارو بکن. به هر حال با عدم آمادگی یه عملیاتی ترتیب داده شد که اصلا موفق نبود و تیراندازی ها هیچ خوب نبود و هدف یک کشتی گذاشته بودیم اصلا توپخانه نتونست بزنه و فوق العاده شاه ناراحت شد. و البته بعدا یکی از همراه ها برگشت گفت که فقط به خاطر به من گفت فقط به خاطر شما بود که علازت کسی را تنبیه نکرد، برای اینکه شما تازه اومدین سر این پست. و
در هر حال ما سال بعد یه مانور بزرگی ترتیب دادیم. در عرض این یه سال تقریبا ناوگان شاهنشاهی از این رون رو شده. و وقتی ایشون اومدن رو کشتی، از مهمونای خارجی فرمانده نیروی دریایی آمریکا بود و وزیر دفاع سلطان قابوس بود و بعضی از اشخاص دیگه بودن که البته نخست وزیر مرحوم هویدا و اینا همه بودن. و عملیات شاملی بود که ناوگان با حضور با شخص شاه در ناو سرفرماندهی و ولیعهد در یک ناو نافشکن موشکی دیگه ناوگان حرکت کرد و عملیات شامل پرتاب موشک‌ها بر علیه هدف‌های زمینی دریایی بر علیه هواپیماها بود. به این صورت بود که در سیک هواپیمایی رو هواپیماهای درون ما میگیم هدایت شود از تو کشتی به خودمون بلند می‌کردیم می‌فرستادیم از دور با سرعت جت بودن این درون‌ها می‌اومدن در تقریبا در حدود 30 کیلومتری این هواپیما رو ما هدف قرار میدادیم با موشک استاندارد و تو صفحه رادار شما به وضوح میدیدین که هدف داره میاد، بعد میدیدین که هدف منفجر شد و از بین رفت. فوق العاده شاه تحت تاثیر قرار گرفت. بعد بمباران های دریایی و اینا سما هر چه بود ما زدیم، اصلا هدفی نذاشتیم بمونه و به طور که اصلا شاه باور نمیکرد همچه سازمانی داره، همچه قدرتی داره. و خیلی خوشحال اون روز برگشتم. منظور من اینه که ایشون دقیقا اون وقت در این موقعی بود که ما جزئیات مسائل نیرو را به عرض اعلیحضرت برسونیم و باز موقعی بود که مثل هدفهای بزرگی ما داشتیم، مثل من خودم فوق العاده اهمیت به نیروی زیردریایی میدادم، چون استراتژی مملکت این بود که کشور ایران جزء یکی از کشورهای بزرگ بشه. این کار البته میشد تا آخر قرن، ولی به شرطی که اشتباهات توش نمیشد. و وظیفه من این بود که نیروی دریایی رو به جای برسونم که پنجم نیروی دریایی دنیا بشه و این بدون نیروی زیردریایی بود نمیتونست باشه. نیروی زیردریایی و همچه مواقعی بود که به عرض ما میرسوندیم اهمیت این نیروها چقدره، چقدر لازم ما داشته باشیم اینا و بعد تصویب میکرد. من میخوام از حضورتون تقاضا بکنم که برای ما بفرمایید که تصمیماتی که شاه در نیروی دریایی اتخاذ میکرد، آیا این تصمیمات مبتنی بر توصیه های فرمانده نیروی دریایی بود یا از ابتکار شخصی ایشان بود؟ تا اینجا که در مورد زمان من صدق میکنه اینی که بیشتر از طریق نیروی دریایی به عرض میرسید. یعنی من میرفتم و ستاد نیروی دریایی بررسی میکرد، خود من تصویب میکردم و تازه میبردم پیش اعلیحضرت و تشریح میکردم. و مثل اینکه عرض کردم که فوق العاده شاه مرحوم علاقمند بود مسائل به صورت عقلایی و منطقی وقتی گفته میشد و ایشون قبول میکردن و تقریبا بیشترین پیشنهاد نیروی دریایی بود. ولی یک مسئله متاسفانه وجود داشت و اون خرید سلاح‌ها بود. شاید بعداً به این مسئله برسیم. و بعضی مواقع هم مسائل تاکتیکی اون هم در اثر دخالت ستاد بزرگ ارتش ایران به این صورت نامعقول در می اومد. خیلی جالبه، من فقط این مسئله رو ذکر کنم که در عملیاتی که ما در ظفار داشتیم یمن جنوبی یه سربازی رو میفرسته به عنوان پناهنده. سربازه میاد اظهار میکنه که بله من پناهندم و هواپیمای فانتوم ایرانی که هدف ضد هوایی شد و در مرز یمن جنوبی و روی بندر هوف افتاده کنار دریا و در عمق کم به طوری که دم هواپیما پیداست. بله اینو فرمودید اون دفعه. بله. تو چیزش اونجا هستش دیگه. بله. خب و چون قبلا گفتم دیگه بیشتر از این تکرار نمی‌کنم.
مثلا اینجا بود که وقتی ستاد بزرگی مثلا به عرض علازت میرسونه، ایشون میگن که خب دیرو در این کارو منم دستور دادم، بعد قواس های من زیراب رفتن گفتن هم چیزی نیست، کیشون گفته بودن که قواس های من پس به درد رژه میخورن. بله. و بعد دستور دادن که حتما این کار بشه، من دوباره فرستادم و البته میدونستم اینه که میفرستم شاید به کشته شدن حتمیشون منجر بشه، ولی خب چنین دستور بالا دست بود، منم این دستور رو صادر کردم. بله. و شاید قبلا نگفته باشم که از شدت ناراحتی من تا مدتی جوشای عصبی رو صورتم زد، چون میدونستم من را غلط دارم به کشتن میدم، ولی خب با وجود اینکه استدلال قوی کردم علازت خیلی عصبانی بود و بودن چطور اینا نمیتونن و اینا. گاهی ستاد بزرگ یه دخالات های ناروایی میکرد، کار ما را هم خراب میکرد. اصولا ستاد بزرگ یه ستاد واقعا هماهنگ کننده به اون صورت نبود. من میتونم بگم بیشتر این جنبه مزاحمت داشت تا جنبه کمک، و در حالی که ستاد مشترک آمریکا روی سیستم و سازمان دیگری هست، فرماندهان نیروها خودشون جزء ستاد مشترک هستند و هر 4 سال یه دفعه یکی از فرماندهان نیروها میشه، بنابراین عملا خودشون جزءش هستن، خودشون هستن. در ایران نه، این بیشتر مانورای اداری و قرتاس‌بازی های اداری اینا که خیلی هم به ارتش صدمه میرسوند و ما دائم زد و خورد اونطوری داشتیم. پیشنهادات نیروی فرمانده نیروی دریایی بنابراین مورد نظر قرار میگرفت؟ البته. بله، علازت خیلی به خیلی اتفاق فوق العاده احترام میذاشتن. من مثال دارم میگم، یه کتابی حتما همه خوندین، The Crash of 79. اون موقع که این کتاب در اومد، همین موقع من خوندم این کتابو و خندم گرفت از یه قسمتش که نوشته بود مثلا شاه بر میگرده به جنرالش میگه مثلا You stupid. اصلا هم چیزی ما نداشتی، فوق العاده مؤدب بود. ایشون از نکات مثبت شاه فقید ادب فوق العاده بود نسبت به فرمانده خیلی مؤدب. آیا تصمیماتی بود در نیروی دریایی که در واقع اون تصمیمات در حیطه فقط قدرت شخص اعلیحضرت بود و فرماندهان میدونستن که اون نوع تصمیمات رو نمیتونن درش در اتخاذش نقشی داشته باشن یا نظری یا صحبتی داشته باشن و اون منحصراً به شخص اعلیحضرت تعلق داره؟ اولا نیروها حدود اختیارات داشتن، این مصوبه بود، تصویب شده بود، ابلاغ شده بود، از این حد معین ما حق نداشتیم بدون تصریف کاری بکنیم. برای مثال اختیارات فرمانده نیروی دریایی تنها جا به جا کردن 4 تا کشتی بود، بیش از اون نه. من نمیستم ناوگان و خودسرانه را بندازم مثلا برای یه مانوری، حتی بس یه اجازه تصویب بشه. نیروی هوایی اسکادران هواپیما، نیروی زمینی یک گردان. فرمانده این حد برای پرواز هلیکوپتر ما حتما بسی اجازه بگیریم. از کجا؟ اینی که میفرمایید تصویب میشد، کی باید تصویب؟ قبلا میبایستی، بله قبلا میبایستی گزارش میدادیم به ستاد بزرگ. ستاد بزرگ ارتشان رئیس ستاد میبرد به پیش علازت، گزارش میداد، علازت تصویب میکردن، یا اینکه خود فرمانده نیرو میبرد تصویب میکردن، اون وقت ابلاغ میشد. برای مثال من حتی فرمانده نیرو بودم، میخواستم یه مانوری راه بندازم، 4 تا مانور راه بندازم. اینو قبلا به عرض علازت میرسوندیم که ما 4 تا مانور در این تاریخ ها با تعداد این همه کشتی، این همه هواپیما و نیروهای زمینی و دریایی و اینا مثلا داریم، و ایشون تصویب میکردن، بقیه شو دیگه ما خودمون انجام میدادیم. ولی بدون تصویب نه، نمیتونستیم. حتی برای فرستادن یک گروهبان، یک مهناوی به خارج ما حق نداشتیم، مرخصی داخل رو ما میدادیم ولی مرخصی خارج مستی به تصویب شخص شاه برسیم. نفوذ امریکایی ها به طور کلی در تصمیم گیری های مربوط به نیروی دریایی ایران تا چه اندازه نفوذ داشت؟ نفوذ البته بود، به دلیل اینکه آمریکا مستشارای ما بودن. من میتونم بگم اصولا در بالا آوردن ارتش ایران آمریکا رول اساسی داشت و در طول سالها مخصوصا بعد از حوادث 28 مرداد به این طرف واقعا آمریکا خیلی زحمت کشید. و من از نیروی دریایی میگم، مواقعی بود که من تازه افسر شده بودم در
سالهای مثلا 31 و 32 اینا اصلا نیروی دریایی صفر بود. روزی که یه سال پیش از انقلاب بود ما مانور بزرگی که در اقیانوس هند دادیم 15 شبانه روز طول کشید، فرماندهیش با خود من بود و ستاد ناوگان که در بندر عباس بود از اونجا هدایت می شد، شامل شاید در حدود 80 تا کشتی، ناوهای هواپیمابر ضربه‌ای و پایگاه و 300 هواپیما که عمل می‌کردن از پایگاه‌های مسرور در کراچی، پایگاه چابهار، پایگاه هوایی بندر عباس و بوشهر و دیگو گارسیا و مسیر. مسیرها نیروی هوایی انگلیس عمل می‌کرد. حتی هواپیماهای ولکان و اینا بودن که بعضیا مخصوص بمب اتمی حتی بودن. یک همچنین نیروی تحت فرماندهی من بود و 15 شبان روز شب و روز مخصوصا در تاریکی مطلق شب ما تو دریا عمل میکرد و میتونم بگم اینا را واقعا نتیجه زحمات آمریکا بود. و من همیشه تعجب میکنم که این کشور اینقدر زحمت کشید ولی در لحظه حساس وانایستاد و در اون لحظه ای که میبایستی واقعا پشتیبانی بشه که این ارتش بتونه بمونه یا فرمانده کل قوا بمونه، این متاسفانه این پشتیبانی نشد و خیلی وسیلیتینگ شد، هر روز یه عنوان شد. آخر سرم خب جنرال هایزر که اومد، خودش اومد با 4 تا ستارش یا 3 ستارش و هم و چیزی دیگری نبود. تصمیمات مربوط به خرید وسایل نیروی دریایی و کشتی ها چگونه اتخاذ میشد؟ تصمیم مربوط این مسائل متاسفانه بیشترش توسط تیمسار طوفانیان انجام میگیره و یعنی در قسمت ایشون انجام میشد. بله. مواقعی میشد که اصلا یه چیزی رو شاید نیرو دریایی احتیاج نداشت ولی به نیرو دریایی نوشته میشد که خب مثلا یه هم چیزی در نظر از خریداری شود. راه کار ایجاد یک سازمان نظامی این است یک کشوری روی وضعیت خودش، وضعیت منطقه‌ایش و اطلاعات و اینتلیجنس که دریافت میکنه خطرها را برآورد میکنه، بعد نیروهای همسایه‌ها که خطر از اونجا میاد برآورد میکنه، از داخل اینا استراتژی ملی به وجود میاد، استراتژی نظامی استراتژی ملی را تقویت میکنه، استراتژی دریایی روی استراتژی نظامی بنا میشه. اون وقت میان بررسی میکنیم خب تهدیدهایی که ما در منطقه داریم شامل چی است؟ یک همچه قوای دریایی وجود دارد برای مبارزه با اون، مقابله با اون، به طوری که در جنگ احتمالی ما برنده بشیم چه واحدهایی باید داشته باشیم با چه امکاناتی. اون موقع ترتیب نیرو پیش میاد، تصمیم میگیریم اینقدر کشتی داشته باشیم با این وضعیت، اینقدر مثلا هواپیمای دریایی و اینقدر زیر دریایی. ولی در این مورد، در مورد خرید اسلحه، متاسفانه مواقعی بود که کشتی یا هلیکوپتر خریداری شاید میشد یا پیشنهاد میشد یا تقریبا گفته میشد که بخرین و ما میباستیم براش استراتژی درست کنیم. یعنی قضیه درست معکوس بود که وقتی این کشتی رو گرفتیم یه راه حلی پیدا. نمونه‌اش شاید خرید کشتی‌های اسپرونز از آمریکا بود. این کشتی‌های 500 میلیون دلاری شاید یکی دوتا به عنوان ناوهای سرفرماندهی در اقیانوس هندینا خوب بودن ولی نه 8 تا. رو همین است من 2 تاشو کم کردم. و قیمت هر کدوم که 500 میلیون دلار بود، بعدم من در فرماندهیم با نیتو صحبت کردم، با آلمانا و هلندیا، ناوشکن‌های نیتو می‌ساختن، فوق‌العاده بودن ناوشکن‌ها، یک کمی کوچکتر از رزمناوهای اسپرونز آمریکا بودن ولی با همون سیستم سلاح‌ها، با همون قدرت آتش، قیمتش یه چیزی در حدود 55 میلیون دلار، یعنی 1/10 اون چیزی بود. و یا زیردریایی که بعداً ما پیشنهاد کردیم از نیروی دریایی تصویب شد و رفتن خریداری شد، یه چیزی در حدود 55 میلیون دلار اونم بود با چه قدرت آتش و موشکایی که از زیر آب پرتاب میشد.
بعضی مواقع هم خب خود نیروی دریایی پیشنهاد یگانهایی رو میکرد. در زمان من وقتی ما واحدای تکاورای دریایی یا تفنگدارای دریایی رو که فوق‌العاده بودن از نظر ارزش نظامی تشکیل دادیم، روزی که انقلاب شد با 5 گردان رزمنده کامل داشتیم و برای پیاده کردن اینا و تانکا در زمین ما احتیاج به تعدادی کشتی های دیگه داشتیم که چند تا دیگه از انگلستان سفارش دادیم. یعنی نیروی دریایی پیشنهاد کرد و تصویب شد و سفارش داد. البته هیچ وقت نرسید و به انقلاب برخورد. به عنوان فرمانده نیروی دریایی تیمسار، شما هر چندگاه با اعلی حضرت ملاقات داشتید؟ ما مجاز بودیم طبق دستوری که داشتیم هفته ای دو بار هر فرمانده در یه روزایی که تعیین شده بود با اعلی حضرت ملاقات بود. و این البته تا اون حد بود که لازم بود. وقتی ما کاری نداشتیم واقعا نیوستی مزاحم وقت شاه که هزار نوع گرفتاری داشت بشیم. بله. آدمی مثل من وقتی میدیدم کاری ندارم گاهی میشد یه ماه هم شده نمیرفتم. بعد مسائل مهم رو میبردم به عرض میرسوندم. قبلا چون درباره مسائلی دستورات گرفته بودم کار خودم رو دیگه میکردم. ولی بقیه تا اینجا که من احساس میکردم خیلی از نظر اون این که خیلی نزدیک به شاه خودشونو بکنن و حتی ریزه یه چیزایی که اجازهشو قبلا داشتن دوباره میرفتن به عرض میرسوندن، من فکر کنم هم کار غلطی اینا میکردن و همین که وقت شاه میگرفتن، چون به هر حال یک نفر که نمیتونست اینا کار رو اداره کنه و بالاخره هم گرفتاری پیش اومد سر هم. هفته ای دو بار و اگه یه مسئله خیلی مهم بود بلا فاصله تلفن میکردیم و اجازه میدادن میرفتیم دیدن. ممکن از حضورتون تقاضا بکنم برای ما بفرمایید که گزارشاتی که در این ملاقات ها به شخص اعلی حضرت میدادید از چه نوع بود؟ یکی دو تاشو به عنوان مثال برای ما بفرمایید. یکی دو تا بله، گزارش های مثلا پیشنهادایی که راجع به اینی که به مسائل لوجستیکی مثلا ما احتیاج به تشکیلات داریم، تأسیسات دریایی داریم، خونه داریم برای کادرمون، یا مثلا در مورد وضعیت حقوق اینا، وضعیت زندگی اینا، این مسائل لوجستیکی بود و یا پشتیبانی ناوها و عملیاتی و سلاح مهمات و اینا، گزارش های عملیاتی که حتما به عرض می رسید، گزارش ها راجع به پرسنل ها، آدم ها. ما خب کیس هایی داشتیم که راجع به فرد فرد می بایستی گزارش به عرض می رسید و تقریبا میتونم بگم شخص شاه فقید مثل فرمانده یک نیرو، نیروها رو اداره میکردن خودش و منطقه و از طریق ماها. وضع امور نیروی دریایی چگونه با امور سایر نیروها هماهنگ میشد؟ این هماهنگی به دو نوع بود، یعنی تقریبا یک نوع بود، نوع دوم خیلی کم بود و این نوع اول از طریق ستاد بزرگ ارتشداران. ستاد بزرگ ارتشداران سازمانی بود که اگر یه مسائلی مشترک بین ستاد نیرو بود، مثل مثلا یک مانور مشترک، مثل یک خانه سازی مشترک و مثل یک مثلا طرح‌های آموزشی مشترک، اینا اون موقع ستاد اینا رو هماهنگ کرد و بعد به عرض میرسوند و تصویب میشد. و در این مواقع معمولا فرماندهان نیروها با رئیس ستاد و به ریاست رئیس ستاد جلسات در ستاد تشکیل میدادیم و بحث میکردیم روش و نتیجه میرفت به عرض میرسید و برمیگشت و به ما مبلغ میشد، ما هم همین کارو میکردیم. حالا یا تصویب میکردن یا با تغییراتی تصویب میکردن، ما میدونستیم چیکار باید بکنیم. و البته همونطور که گفتم در اینجا بود که گاهی یه مسائل بیشتر جنبه گیون تیک و اینا پیدا میکرد و اون مسائل شاید اون ضوابطی که در یک سازمان نظامی باید باشه پیدا نمیشد، یعنی از بین میرفت بعضی از مسائل مهم. ستاد بزرگ ارتشداران یه ستادی بود سنگین
اصولا برای اداره جنگ این ستاد ساخته نشده بود. ما گاهی به خودشون هم میگفتیم بسیاری از عمرای این ستاد اشخاصی بودن که چندین بار به سن بازرسی رسیده بودن، دوباره با مانور خودشون رو نگه داشته بودن. نتیجه چی میشه؟ وقتی شما بیش از 4 سال در شغلی میمونید که کشورهای دیگه نمیذارن، نظامی های تراز اولشون 4 سال دیگه عوض میکنن، نتیجه میشه که یک، کم کم شما برای خودتون کینگدام درست میکنید. دو، ایرادار دیگه قبول ندارید، ایرادای خودتون رو قبول ندارید، میگید من 10 سال این کارها رو کردم چطور هم چیزی مونده. سه، این که تصمیم گیری های حاد نمیتونیم نمی کنیم، بیشتر پولیتیشن میشین تا نظامی در تصمیم گیری ها، کما این که در روزای انقلاب ما دیده شد دیگه که وقتی که فرض بفرماید من به رئیس ستاد پیشنهاد کودتای نظامی رو دادم، خب نکرده که گفت من نمیتونم، این خیلی حاده، من نمیتونم، دستم بسته است. بله. و با آگاهی ستاد البته یا گاهی فرمانده مستقیم به عرض شاه فقید میرسوندن، اون وقت دو تا نیرو با هم در یه مسائل هماهنگ میکردن یه چیزایی را، ولی با ستاد و میبایستی در جریان بذاریم دوباره ستاد انگولک خودش رو توش بکنه، دوباره ببره و به عرض برسونه. اینا من مثال میگم و نتونستیم. مثلا یه موقعی جنوب که من فرمانده نیرو شدم، خب امکانات زندگی اینا خیلی کم بود و من میدیدم ما همه کار میتونیم بکنیم، چرا باید اینقدر مثلا مسئله لوجستیک اینقدر ضعیف باشه؟ برای مثال بچه که در نیرو دریایی، مثل بچه یه گروهبان فرض کن شیر نداشت در خار یا در بندر عباس یا در بندر بوشهر، در حالی که به سهولت برای من امکان داشتیم تهیه بکنم. من با یه کمپانی هلندی صحبت کردم که این چین استورایی که در هلند است، شبیه الان اینجا مثلا مثل جاینت فود استور بیارن در تمام پایگاه‌های دریای جنوب و شمال بذارن، جنسی که از خارج میکنن وارد میکنن بهترین جنس باشه، از مرد که وارد میکنن حقوق گمرکی بدهن، فقط 3% قیمت خرید و روی اینا بکشن، مشروط برای اینکه ساختمونا را ما بکنیم، آدما را ما بذاریم. این و یعنی در هر آن در بندر بوشهر یا در جزیره مثلا هنگام مثلا یا جزیره خار، شما این همین غذایی که در یه فروشگاه هلندی هست و آلمانی و آمریکایی شما اینا داشتید کار، و در ضمن سایر نیروهای مسلح در منطقه میتونستن بیان. من اینو در یکی از بازدیدهای اعلیحضرت از جنوب از کشتی در روی کشتی به عرض رسوند، گفتن که خیلی خوبه، و چون من میدونستم که وزارت جنگ که اون تدارکات ارتشو داره با یه مش مواد شاید کهنه ناجور فکر میکنه کار خیلی مهمی انجام داده، یه خورده برنج و نمیدونم یه مقدار پارچه و چیت و اینا، این شده بود تمام پشتیبانی کادرده، من میدونستم اینا مزاحم خواهد. گفتم که اجازه میفرمایید که اینو با اصلا تصویب بشه دیگه، به ستاد من گزارش نکنم، به ستاد یا به وزارت جنگ. گفتن چرا، شما گزارش بکنید ولی بگویید با تصویب. مشتشون رو محکم پرتاب کردن تو هوا، گفتم و بگویید با تصویب. ولی خب ما حریف که نشدیم، اینو گزارش دادیم به وزارت جنگ و ستاد، فوراً 1009 انگولک تو این بردن و ایادی بازی در آورد، سفهباد ایادی که خودش همه کاره بود تو این کارا، همه جا انگولک میکرد، دست داشت، و بالاخره با همین ایادی سر یه موضوع یه رو جلوی شاه مرحوم ما دعوامون شد، حتی فقط دست به یقه نشدیم که باعث عصبانیت اعلیحضرت هم شد. منظور من که این سازمان ها متاسفانه انگولک میکردن و این ستاد و یا وزارت جنگ یه مقدار، یعنی واقعا بیشتر دردسر برای سنیرو بودن تا اینکه کمک واقعی، و
اگه مقایسه کنیم با ستاد مشترک آمریکا، می‌بینیم ستاد مشترک آمریکا چند فرق داشت. یک، ستاد مشترک آمریکا با توجه به قانونی که گذاشته شده حق نداره بیشتر از 400 نفر باشه. یعنی از ماشینریز و جنرال و فرمانده قوای فقط 400 نفر حق دارن باشن. چرا؟ برای اینکه ستاد وقتی سنگین شد نمیتونه به جنگ، کارشو نمیتونه بکنه. ستاد باید سبک و متحرک باشه. دوم اینکه فرماندهان نیروها جزء ستاد مشترکن، در حالی که در ایران سوا بودن. حالا چرا این سیستم در ایران شده بود؟ علتش این بود که تا اونجایی که من فکر میکنم بود که اصولا یه وضعی به وجود نیاید که روزی امکان کودتا به نیروها داده بشه. همیشه فرمانده ها سوا بودن. بعد خب اینا یه بپایی داشتن که همین ستاد بزرگ ارتشداران بود، در حالی که ما همه چیزمون آمریکایی بود. خب دلیل نداشت که ستادمون از اونا سرمشق نباشه، ولی خب این کارا در یه همچه جاهایی که امکانات کودتا ممکن بود به وجود میاره، این به اصطلاح روش‌های عمل آمریکایی که ما عیناً آیین‌نامه‌ها را پذیرفته بودیم، عیناً کتاب‌ها را پذیرفته بودیم، تغییر پیدا می‌کرد، تبدیل به یه چیزی می‌شد که فرق داشت. نقش واقعی رئیس ستاد بزرگ ارتشداران در هماهنگی نیروها چه بود؟ آیا ایشون واقعا نقشی بازی می‌کردن؟ بله، خب نقشی بازی می‌کردن و تا چه اندازه؟ گفتم بیشتر یه مقداری اینا یه کار کرییت میکردن برای اینکه بیکار نباشن. و این کرییت کردن کار خودش یه صدمه به نیروها میزد. و دوم که خب اینا یه با ایجاد سازمانهای بازرسی اینا مزاحمت بزرگ اصولا برای نیروها داشتن و به موقع میبردن مطالبی به عرض اعلیحضرت میرسوندن و باعث ناراحتیشون از دست یه فرمانده نیرو میشدن. بنابراین در یه همچه وضعیتی اصولا شما میبایستی با طوری راه برین که از یه جا به شما ضربه نخوره، چون ضربه به شخص مساوی با ضربه به این اون نیرو. و عملا ما تنها نظامی نبودیم، بلکه میبایستی خیلی پولیتیشن باشیم، خیلی سیاستمدار باشیم، بتونیم که همه این ایجنسی های مختلف بازرسی که هر کدوم برای خودشون قدرتی ساخته بودن، اداره دوم، رکن دو اداره دوم، نمیدونم ضد اطلاعات، بازرسی شاهنشاهی، بازرسی ویژه نظامی که قدرتی شده بود که ما گرفتاری بود که یه مطالبی رو نمیادن به زور میخواستن ما قبول کنیم که اصلا نمیخوند با سیستم ما، متاسفانه میبردن به عرض میرسونن، شاه هم تصفیه میکرد و ما هم هر دفعه نمیشد آدم تمام مدت واقعا کلنجار بره. بنابراین مقدار بیشتر و زیاد وقت ما صرف خونسا کردن فعالیت‌های منفی ستاد بزرگ و این بازرسی‌های مختلف می‌شد. بله. که البته اگه دست من بود تمام اینا رو منحل می‌کرد. اینا غیر از اینکه برای نیروها دردسر ایجاد کنن واقعا چیز دیگه نبودن. ستاد بزرگ هیچ وقت یه کمک مؤثر به هیچ نیرویی نبود. آیا میشه گفت که ستاد بزرگ ارتشداران در واقع مثل دفتر نظامی اعلیحضرت بود که ایشون از طریق اون امور سگانه، نیروهای سگانه را اداره میکردن؟ یعنی آره و نه. بله. آره از این نظر که درسته به این صورت بود، نه از اون نظر که بازم اگر اعلیحضرت میخواستن از طریق یک نفر ارتش اداره کنن باز خطر کودتا به وجود میومد. اون یک نفر به موقع خوب همه کار میتونست بکنه. بله. نه تنها از اون طریق اعلیحضرت اداره میکردن، بلکه مهمتر از اون و بیشتر از طریق خود فرماندهان نیروها اداره میکردن. پس در هفته همینطوری که من دو بار اجازه داشتم شرفیاب بشم، رئیس ستادم دو بار اجازه داشت شرفیاب بشه و هر کدوم سوا نقطه نظرهای خودمونو به عرض میرسوندیم. بله. وقت تصمیم و شخص ایشون میگرفتن. بله. و البته در این وسط ها گاهی شکایت هم از همدیگه می کردیم، چون چاره نبود، هر یکی اون یکی مزاحم اون یکی می شد، چون چنل که یکی نبود و چنل های مختلف مسائل بررسی می شد.
و در مواقعی هم متاسفانه سوء نظر و اینا هم وجود پیدا میکرد، رقابت های بین نیروها وجود داشت. و من یادم میاد ما در بندر عباس برای انجام مانورای الکترونیکی سازمان خیلی منظمی گذاشتیم که بهش میگن اکشن ترینر، که از انگلیس ها گرفته بودیم. و یعنی به جای این که ناوها، که البته ناوها دائم میرفتن برای مانور اینا، برن دریا و هزینه هایی بشه، خطرهایی برای کشتی ایجاد بشه و مانور انجام بشه و افسرها و قدرت تاکتیکی پیدا کنن و یاد بگیرن تاکتیک چجوری عمل بکنن و به چشم ببینن چجوری میشه، همه اینا در صفای بزرگ الکترونیکی توی سالن بزرگ انجام میشد و اتاقک هایی که مثل پلای فرماندهی زیردریایی یا کشتی یا حتی اتاق کاکپیت هواپیما بود. و خب این خیلی جالب بود، یه چیز عجیب در ایران چیز وجود نداشت که هیچی به اون مدرنی، فقط ژاپنی‌ها داشتن، خود انگلیس ها به اون مدرنی نداشتن. همه اینا رو ما خودمون اداره میکردیم تا یک سال، یه انگلیسی بود بعدن همه رو خودمون. و من اینو در یکی از برنامه بازدیدای فرماندهان نیرو از بندرعباس جز چیزا اینم من به اینا نشون عملا دیدم. و یادم مرحوم ربیعی پرسید خب اینو پولش چقدر میشه؟ گفتم با پول شما نمیتونی اینو بگیرید، 5 سال شما عقبید. اگه امروز تصمیم بگیرین آموزش اینا شروع شه، 5 سال دیگه شما با بیش از چند میلیون پوند هزینش نیست، ولی از نظر زمان و آدم شما عقبید. و یا اون کارخونه های عظیم دریای اینا رو خب گاهی اشکالاتی هم پیدا می کردیم ما با نیروها، وقتی می دن یه نیرو اینقدر ترقی کرده، یا مثلا ما قوانین ارتش راجع به ساختمونا و اینا همون قوانین پوسیده بود که زمان رضا شاه مرحوم بود. این قانون ها عوض نشد، در حالی که ارتش به کلی عوض شده بود، سیستم سلاح ها مدرن و آخرین روز بود. یعنی شما وقتی میخواین این کشتی زیردریایی رو با بیلیون ها دلار پول مملکت رو دادین بیارین، پا به پاش باید پایگاه ها ساخته بشه، منازل ساخته بشه، کارگاه ها ساخته بشه، آدم ها آموزش ببینن و عناصر برنامه با هم پا به پا جلو برن تا با نیروها با هم برسن و شما نیروی آپریشنال درست داشته باشین، نه تئاتر. و این مسئله من موضوع بله از حضورتون سوال کنم این بود که ای از نوشته های تیمسار قرباغی برمیاد که شخص اعلیحضرت راحت تر بودن یا بیشتر راه دست ایشان بود که با ستاد بزرگ ارتشداران کار بکنن تا با وزارت جنگ. یعنی اینکه ستاد بزرگ ارتشداران در واقع از نظر امور و فرماندهی و هماهنگی بیشتر مورد اعتماد و مورد استفاده شخص اعلیحضرت بودن تا وزارت جنگ. تجربیات شما چگونه است در رابطه با این موضوع؟ البته در کشورهای دیگه به این صورت است که وزیر دفاع یا وزیر جنگ عملا بالاتر از نیروهاست، نیروها رو اداره میکنه، وزیر دست نخست وزیره و البته شخص رئیس جمهور یا شاه جنبه فقط تشریفاتی داره. در این کیس که کیس ایران فرق میکرد و چون شاه جنبه تشریفاتی فرمانده کل قوا نبود، جنبه عملیاتی، جنبه مثل جنرال این نیروها را اداره میکرد. و اینجاست فاجعه تشریف بردن ایشون از مملکت که باعث واقعا انهدام ارتش شد و به موقع همه ما و به دفعات به عرضشون رسوندیم کتبا و شفاهن. چون اگر فقط شاه جنبه تشریفاتی داشت طوری نمیشد اگه مملکت تر، ولی مثل جنرال که از جبهه جنگ بذاره و ارتش رو بذاره خودش از جبهه جنگ بره بیرون، یه همچه حالت پیدا کرد. بله. وزارت جنگ بیشتر مسائل مالی رو در نظر میگرفت و
کار دیگری واقعا باشه. مسائلی مثل مالی، مثل بعضی از بازرسی‌ها، مثل مسائل قضایی، این مطالب در بعضی مواقع هم با ستاد بزرگ خط مشترک پیدا می‌کردن و با هم تلاقی می‌کردن. رضا شنگ عملاً کاری نبود غیر از مسائل مالی، و تازه در اون مسائل مالی هم بازم ستاد می‌بایستی کلی نظر بدهد. بله، راه دست اعلیحضرت این بود که بیشتر با رئیس ستاد کار کنن و با فرماندهان نیروها که به همین ترتیب که عرض کردم سوا سوا باشن و هیچ وقت نتونن با هم به اون صورت بشینن که یه دفعه مثلا فکر این که مملکت رو به دست بگیرن مثلا بینشون اصلا بحث بشه. بله، برای این که تیمسار قرباغی هم در کتابشون اشاره کرده بودن که در آخرین جلسه کمیته بحران اعلیحضرت راضی نبودن که وزیر جنگ در اون جلسه شرکت داشته باشه و فقط رئیس ستاد رو حاضر شده بودن که بپذیرند. بله درست است. بعد برای اینکه وزیر جنگ عملا کاری نبود. بله بله. تیمسار، ارزیابی که شما از پروژه چاه بهاردری چگونه است؟ برای منظور من باید برگردم به اینی که استراتژی مملکت چه بود و دستور ما چه بود. وقتی که استراتژی مملکت و دستورات اعلیحضرت و استراتژی که ایشون تعیین کرده این بود که ما جزو یکی از کشورهای بزرگ دنیا بشیم تا آخر قرن، که به نظر من میتونستیم بشیم اگر اشتباهات رخ نمیداد، اگر کارها در روال صحیح بود، ایرونی و امکاناتی که در ایران وجود داشت میتونست یکی از قدرت‌های بزرگ جهانی بشه، حداقل در ردیف پنجم ششم و اینا، یعنی میتونست تا اون حد باشه. بنابراین من وقتی فرمانده ناوگان شدم در سال حدود 73 بود و اولین کاری که کردم تمام افسرها رو خواستم، گفتم من 3 ماه دیگه میرم بندر عباس، رودخونه جای من نیست، اینجا کاخ من دارم کنار رودخونه، همه چی درسته، همه وسایل هست، ولی اینجا ساخته نشده، اینجا در اولین روز جنگ از بین خواهد رفت و من به شما دستور نمیدم، ولی داوطلب میخوام که اون ستاد اولیه با من بیاد بندر عباس. البته یه عده داوطلب بودن و یه عده اومدن و یه عده هم گذاشتیم، بعدن در طول 1-2 سال آینده آوردیم. وقتی رفتیم بندر عباس، در بندر عباس صندلی نداشتیم روش بشینیم، یه ساختمون ناوگان نیمه تموم بود، رفتیم تو اتاقای رو زمین نشستیم. من یادم کیفم رو زمین گذاشتم، خودم هم 4 زانو نشستم رو زمین، بقیه هم گفتم بشینن، و گفتم ما نیروی دریای ایران رو از اینجا شروع میکنیم. به جایی رسید که در عرض چند سال بزرگترین مانور از بندر عباس هدایت میشد، برای اینکه من میدونستم اگر من نرم هیچ وقت درست نخواهد شد. ما نیروی میبایستی باشیم نیروی اقیانوسی، نه نیروی دریایی رودخونه ای. در اون موقع برچ گراف مال نیوزویک به نظرم اومد و بعدن هم برداشت در مجلش نوشت که در هفته گذشته مسئله اتفاق افتاده که از نظر جهان پنهان مونده و اون حرکت های کمند نیروی در ایران از خرمشهر به بندر عباسه، که تأثیر بزرگ استراتژی در آینده خواهد داشت. خب وقتی ما بندر عباس رسیدیم، تأسیساتی در اونجا ایجاد شد و این تأسیسات میباشتی بزرگتر بشه. به جای اینکه ما تأسیسات رو در بندر عباس بزرگ بشه، همه عقیده رو چابهار داشتیم. چابهار دارای موقعیت ممتاز بود در دهانه اقیانوس هند، رو به اقیانوس هند. چابهار مسئله مشکلاتی که در بلوچستان اینا ما داشتیم حل میکرد. چابهار دفاع ما را در عمق جلو می برد. این فلسفه دیفنس این دپس، دفاع در عمق، چابهار حل می کرد و به طبیعی بود که یک ناوگان عظیم و خودش جا می داد. واقعا لازم نبود که ما هی اسکله بسه هی حوزچه بسازیم با هزینه های بسیار گرون.
و در ضمن وقتی که دیگه کم کم رسیدیم به اونجایی که ما باید نیروهای دریایی بزرگتری داشته باشیم و پیشبینی هم اون موقع از فرمانده ناوگان من اصرارم روی نیروی زیر دریایی بود، بازم چابهار بهترین جا برای عملیات زیر دریایی بود. بنابراین چابهار از اول با پشتیبانی همه و البته تصویب مثل همیشه شخص علازد به مرحله در اومد، به مرحله اجرا شروع شد. یعنی مدت خیلی کوتاهی شروع شد ولی به علت فسادی که درش کشف شد متوقف شد. بعد خصوصا نیروی دریایی فرمانده عوض شد، من فرمانده شدم و یک سال مطالعه کردیم رو چابهار. اونی که قبول شده بود قبل از من و سازمان برنامه صحه گذاشته بود روش و همه سازمان‌ها و به تصویب علازت رسیده بود، این بود که 13 دلار در هر 100 دلار کاست پلاس به کمپانی برانن روت داده بشه. ما بعد از یه سال مذاکره اینو مثلا رسوندیم به فرض بفرمایید به 9%. ولی من یه تلگرافی به رئیس ساز برانن روت در آمریکا زدم، به نظرم اسمش مستر کلارک بود، درست یادم نیست، که اگر تو حاضری با همون 4.5% کاست پلاس که در ویتنام در زمان پرزیدنت جانسون برای ارتش آمریکا کار کردی برای ما کار کنی، ما این کار رو دوباره به تو میدیم، وگرنه متاسفم و به علت فسادی هم که تو این دیده شده شما و یکی از شرکت‌های دهگانه آمریکا هستین نمیتونین مسئول بمونید. 48 ساعت بعد پاسخ اومد که موافقیم. من بردم به عرض علازه رسوندم، ایشون تعجب کرد، گفتن تا چگونه ممکنه 13% بشه 4.5%. گفتم قربان، مانور اینطوری بوده، زحمت افسرها بود، یک سال تیم زحمت کشیده و بالاخره این کارتی که من زدم رو میز یه دفعه از 9% اینا رسون به 4.5%. چابهار یکی از بزرگترین پروژه‌ای بود واقعا برای ایران، میتونم من بگم یه پروژه ملی بود و نه تنها شما قدرت دریاییتون اونجا اوج میگرفت بلکه میشد محلی برای کشتیرانی بازرگانی و کشتی‌های تجارتی. آخه چگونه ممکنه کشتی بیاد وارد خلیج بشه، 500 مایل بره، دم دهانه یه ما معطل بشه، بعد وارد رودخونه بشه که تازه دست عراق بود، بعد مال تجاره به خرمشهر برسه، بعد این از با راهن بره به تهران، از تهران بره مشهد، از اونجا بره به زاهدان و نمیدونم کرمان و برسه دست اهالی چابهار مثلا یا شرق ایران. خب این به راحتی که میتونه از چابهار بره و چقدر اصلا پول خودش رو در می آورد، در چند سال پول خودش رو در می آورد. بعد متاسفانه اون فسادی که پیدا شد، خب این صدمه خوردین و روزی هم که بختیار نخست وزیر شد هنوز من اصرار داشتم که این طرح را بندازیم ادامه پیدا کنه. من دیدم بختیار اصلا مخالف حاضر نبود بشنه. گفتم آقای بختیار مثل اینکه شما را خیلی برین واش کردن در مورد این چابهار، این طرح تمیزیست، هم چیزی نیست که میگن. روزی که انقلاب پیروز شد اینا 3 تیم فرستادن از وزارت جنگ و از ممیزی ارتش و ستاد کل که میگفتن که پروژه چابهار رو بازرسی کنن. هر 3 گروه گزارش دادن که این پروژه تمیزی است و پیشنهاد میکنیم اجرا شود. آخرین پیشنهادی که اینات کردن به نظرم مهندس سباقیان بود، دکتر سلامتیان بود، دریادار دهیمی بود، دریابان علوی بود، اینا رفتن خود چابهار. من مخفی بودم در ایران اون 4 ماه اول. رفتن و اصلا از عظمت تر دهن همه اینا باز میمونه. و من اون موقع پیغام به مدنی دادم که شما اگر ارتشم نمیخواین این پروژه چابهار رو اجرا کنید. این بالاخره کی میخواین به بلوچستان برسید؟ الان برسید. و حالا چجوری این پروژه اجرا شد؟ پول که نداشتیم. وقتی ما رسوندیم به 4.5 کاست پلاس الان دیگه پول نبود.
این موقعی بود که کم کم اوپک رو تحت فشار گذاشته بودن. پروداکشن ایران فروشش از 6 میلیون بشکه دیگه داشت میرسید مثلا به پایین تر و اینا. من وقتی به عرض رسوندم جزو همین گزارشاتی که بحث میشد که من خودم به عرض میرسوندم، علازت گفتن اگر از ما غربی ها نفت بخرن، اگر یک سازمانی نفت بخره، ما میتونیم پروژه رو اجرا کنیم. من فورا با مشاورانی که داشتم در نیرو دریایی، یادم یکی از اونها آقای پامروی آمریکایی بود، آدم بیزنسمن اینترنشنال بود، آدم خیلی با شخصیتی هم بود واقعا، ما فورا گری کورپوریشن آمریکا رو باش مذاکره کردیم. ایشون اومدن و من به عرض رسوندم، به علاوه گفتم خب اقدام کنید و فرستادم پیش آقای انصاری که وزیر نفت یا اینکه رئیس سازمان نفتی. تلفن کردم گفتم علازت امرشون اینه، به نظرم نامه هم نوشتم، ما چون تخصص نفتی نداریم لطفاً شما قرارداد رو ببندیم، ولی پول این باید واریز بشه به حساب نیرودری، ما تر چابار اجرا کنیم در اجرای امر علازت. امروز صبح که این هیئت رفتن پیش ایشون، مثل اینکه ایشون با یکی از معاونانشون اینا رو میبینن. عصر پامروی اومد بدون، گفت که فوری اجازه میخواد که منو ببینه. گفتم بی، اومد گفت ادمیرال اینا رفتن. گفتم چی رفتن؟ گفت اینا همه رفتن از فرودگاه. گفتم مگه قرار نبود صبح اینا مذاکره با رئیس شرکت نفت بکنه؟ گفت بله رفتن اونجا. اونجا بهشون صریحا گفتن، اجازه است من بگم؟ گفتم که از هر بشکه 5% ما باید بگیریم. خب حالت منو مجسم بکنید که با اون مبارزاتی که ما با فساد داشتیم و این اسم و رسم خوبی که بعد از عطای ما در نیرو دریایی تونستیم دوباره به وجود بیاریم. و خب من برای یه لحظه شوکه شدم و سریعا تو فکرم این اومد، چگونه ممکن است خود اعلیحضرت خبر نداشته باشد؟ چگونه ممکنه یه وزیر به خودش چنین تحور و اجازه ای بده که یه فرمونده نیرو که اینو فرستاده و میدونن که یه سازمان دنیایی است و فرمونده نیرو بالاخره میدونه بو ببره میره و عرض میرسونه، ممکنه وزیر رو بدن تسلیم دادگاه کنه؟ مگر اینکه شخص اعلیحضرت اطلاع دارن. و این اولین بار بود که راستش من اینو گزارش ندادم که همچه مسئله است و گزارش ندادم. و ولی به دلایلم، به دلایل اینا رفتن و تیم دوم دوباره اقدام کردیم اومدن. تیم دوم که اومد در خود نیرو دریایی، من اجازه گرفتم از شاه، قرارداد نفت با اینا بستیم، 5 سنت یا 6 سنت گرونتر از قیمت اوپک. اون موقع همه زیر قیمت اوپک میفروختن، که بعدها دکتر فلا به علازت گفته بود اون قراردادی که نیروی دریایی بسته بود بهترین قرارداد هنوز. بعد من ابلاغ کردم به شرکت نفت. از این داستان البته زیاد هست و یک نمونه بارزی بود که با کمال تأسف فساد وجود داشت. تیمسار رمزی عطایی در واقع چه کرده بود و بعد چرا مجازات ایشان اینقدر خفیف بود؟ در واقع اون نکته ای را که من میخوام که شما برای ما روشن بفرمایید این قضیه است که شما در مصاحبه قبلی خودتون هم فرمودید که اونهایی رو که دزدیای کلان میکردن کسی باشون کاری نداشت، و ما مصاحبه ای که با یکی از وزرای سابق که با شخص اعلیحضرت بسیار نزدیک بوده داشتیم، ایشون هم نظری مشابه نظر شما دادن و گفتند که در واقع حتی شخص اعلیحضرت دست اشخاص رو باز میذاشت و حتی وسایل و امکاناتی در اختیارشون میذاشت و اونا رو تشویق میکرد که در واقع در این راه برند اینا، و اگر کسی در واقع از دست اندازی به چنین عملیاتی خودش رو دور نگه می‌داشت و خودش رو پاک و منزه نگه می‌داشت، اون وقت زمانش بود که در واقع از کار کنار گذاشته بشه. اگر چنین چیزی بود، چطور بود که آقای رمزی عطایی رو دستگیر کردن و بعد چرا مجازات ایشان اینقدر خفیف بود؟ خب
وقتی که به علت مبارزه با فساد دریابود رسایی در تهران و استفاده از یک هفته غیبت من که برای پرتاب موشک به ساردنیا رفتم و رئیس ستاد نیرو دریایی بودم، برگشتم در من تبعید شدم به بوشهر، فرمانده 200 نفر سرباز، من از اونجا گزارش مفصلی به علازت دادم از طریق تیمسار ازهاری و رئیس بازرسی ارتش به عرض رسید و تقریبا نیروی دریایی رو منفجر کرد و تغییراتی در نیروی دریایی داده شد و فرمانده وقت که دریابود رسایی به نظرم به جای اینکه تسلیم دادگاه بشه رفت سناتور شد. وقتی من به ازهاری گفتم آخه چطور هم چیزی ممکنه، گفت داشت سکته میکرد، اینو من براش درست کردم. گفتم تیمسار آخه چطور هم چیزی ممکنه یه نفر خارج از قوانین در یه همچه شغلی خلاف عمل کرده، دزدی کرده، شما چون سکته و بزه سکته بکنه. خب وقتی خواستن تغییر بدن اینجا هیئت‌های فرستادن برای بررسی، دور و بر علازت 5-6 نفر بودن، اینا مثل نگین گرفته بودن شاه. از این اشخاص بودن، تیمسار هاشمی نژاد بود، تیمسار فیروزمند. بعد تیمسار مقدم، بله، خصوصا در حدود 7 نفری بودن. اینا با مانورایی که داشتن میکردن اشخاص مورد نظرشون رو می آوردن. این هیئت فرستاده من جناب هیئت اون که رفت به خرمشهر، تیمسار هاشم نژاد بود. بله. بالاخره خب نتیجه گزارش ها هرچی بود تصمیم بر این گرفته میشه که، یعنی این گزارش ها که میره جلو و عرض شاه میرسه، اینه که عطایی بهتر از هم هست و ایشون به فرمانده انتخاب باشه. و البته بعدن ایشون در روابطی با این اشخاص به نحوی بود، هدایای گرون قیمتی که اشخاص میداد، همین اشخاص اینا وجود داشت. اصولا عطایی از اول در راه غلط گام گذاشت و آدمی بود که زندگی خودشو هیچ وقت نمیتونست اداره کنه، مثل بچه آدم صغیر بود. باره. ولی فوق العاده حراف و زبون باز و چاخان به زبون ما، به طوری که دوستاش میگفتن رمزی چاخان بهش میگفتن. با کمال تأسف در یک کشوری که سیستم ضعیفه، اشخاص زبون باز چاخان متقلب همیشه جلو میفتد و نتیجه اینطوری با چاخان بازی اومده بود بالا. بعد خب ایشون فرمانده شد و بلافاصله خب کاری که قبلا شروع کرده بود ادامه داد، این دفعه در سطح وسیع، در تمام اون دار و دسته که در فرمانده ناوگان در خرمشهر داشت و از بودجه تعمیرات کشتی و اینا همه رو لیست درست میکردن و میخوردن، تمام اون دار و دسته رو منتقل کرد به تهران. این دفعه در سطح وسیع شروع کردن به کار، در سطح وسیع مهندسی نیرو، حالا دیگه پول نفتم اومده بود، بودجه های ارتش زیاد شده بود و طرح چابهار که خب مورد تایید همه بود، ولی وقتی اومد در عملا وقتی منفجر شد اوضاع، معلوم بود در قضیه چابهار میبایستی یه چیزی در حدود شاید 300 میلیون دلار رشوه گرفته بشه و در این مورد تنها خود عطایی و بعضی از همکاراش نبودن، بلکه اشخاصی از دربارم دست داشتن.
مثل علم، تا اونجا که من خبر دارم خیلی علم با اینا در رفت و آمد بود، علم کاری نداره با فرمانده یه نیرو یا با بعضی از معاونانش. بعد حالا بحث اینه که خب چطور در سیستمی که همه می‌دزدیدن چطور عطایی و اینا رو گرفتن. راستش به درستی من هنوز نمیدونم. چند مسئله است که یکی این که اینا خیلی سر صدا کردن، خیلی ها اصلا دزدای بی سر صدا بودن، کسی سر در نمی آورد، ولی اینا با مثلا به همدیگه هدیه عروس، هدیه روز تولد به همدیگه مثلا یه ماشین کرسی میدادن. آقا حقوق فرمانده نیرو دریایی چه هست که از این غلط ها بتونه بکنه؟ و نتیجه تن اولا سر و صدا ایجاد شد، بعد رقابت های دیگرون، گزارش هایی که دیگرون میدادن همین از طریق نیروهای دیگه، بازرسی های مختلف اینا رفت و یعنی علازت متوجه که سرصدای عظیمی بلند شد. اینا هم به اتکای این که با علم و اینا همکارن دیگه مسئله حل است. و در اینجا بود که یه روزی من در ستاد نیروی دریای فرمانده ناوگان اومده بودم و در اون جلسه خودش بود و جانشیشم بود، من گفتم که فلانی خیلی پشت سر نیرو دریایی حرف میزنه، مخصوصا اینجا مهندسی نیرو دریایی، شما یه دستوراتی بفرمایید که اینو این تصحیح بشه، این حرفا یا برداشته بشه درست بشه که مسئله چیه. ایشون به خنده برات گفت که مسئله نیست و همش بیخود میگن و با خنده برات گفت ولی دزدای بزرگم کسی نمیگیره. البته اون اوائل من همش با اختار دوستانه که بالاخره عطایی با من دوست بود دیگه، هم کلاس بودیم، تذکر دادم، ولی یواش یواش چون دیدیم نمیشه و در ضمن اینا یه وضعیتی در بندر عباس برای من ایجاد کردن که یه شکستی متوجه من بشه، که البته فرض بفرمایید یه فرموندهی در بندر عباس گذاشتم به اسم ناخدا بهارمست، این که مأمور پشتیبانی از ناوگان بود دستور گرفته بود که تا میتونه خرابکاری بکنه در امر ناوگان، یعنی به کشتی ها مثلا سوخ نده، معطل کنه، درست تعمیرات انجام نده، از این صحبت ها. و سازمانم طوری برگردونده عوض کردن که این تحت فرماندهی تهران بود نه تحت فرماندهی من، و خب این نینو خیانت بود دیگه. و از اینجا اجباراً کم کم من برگشتم برای مبارزه و این مبارزه هم بالاخره خیلی موثر بود در بازم در دستگیری اینا و این دزدی ها و اینا که برملا شده. بله. بعدن که اینا رو گرفتن اشخاصی مثل مقدم اینجا معروف دو طرفه بازی میکردن، از یه طرف از اینا خب هزار نوع متمتع میشدن که من هنوز به درستی خبر ندارم، از اون طرف مثلا گزارش که میشد اینا میبردن به عرض میرسوندن و بالاخره کار به اونجای کشید. آها یکی دیگه که من فکر میکنم باعث ناراحتی بود شد در این مورد، بازم مسئله دزدی اون حد نبود به نظرم، مسئله انگشتری بود که همه میدونیم تو روزنامه آمد، گویا ملکه شهبانو میخوان انگشتری بگیرن، میبرن پیشش، میگن 5 میلیون تومان، میگه نه برای من گرونه نمیخره، هفته بعد تصمیم میگیره اونو بخره، میفرسته میگن نه این دیگه نه، میگه کی خریده؟ میگه خانم فرمانده نیرو دریایی. باستم از اونجا سر صدا تو دربار این دفعه راه افتاد. یکی دیگه مثل اینکه عطایی اومد آمریکا در همون موقع، اولا مقدار زیادی مثل اینکه جواهرات اینا رو اینجا آورده آمریکا گذاشتن، دوم اینکه اینجا یه نشانی بهش دادن لژیون دو مریت یا هم چیزی و لیژن آف آنر یا هرچی
که این مثل این که به عرض اعلیحضرت نرسه باش، برای اینکه یه فرمانده نیرو بتونه از یه دولت خارجی نشان بگیره باید به عرض برسه، تا حداقل تلفنی خبر بده تصویر. این مثل این که نکرده بود این کارو، اینجا اومدن با مراسم اینا بهش نشان دادن. این هم یه مسئله بود که مجموع اینا خلاصه دست به دست کرد و یه دستور داده شد تحقیقات بشه و بعدش هم پایش اینا بازداشت شدن همش. پس از اینکه بازداشت شدن رفتن زندان، اولا چرا مجازات تخفیف پیدا کرد؟ از همون لحظه که اینا رفتن تو دادگاه پارتیا به کار افتاد، همونایی که با اینا بودن، اون هفت نفر معروف مخصوصا شروع کردن به دیدن این و اون و اینا. و یه نقصی هم قوانین ما داره، همون اندازه که پول کش میشه دزدی رو اون کیس چیز میکنن، اگه چیزای کشف نشده اونا کاری ندارن، ولو اینکه تقریبا اثبات بشه که این دزدیام شده، مگه اینکه مثلا عملا واقعا دستشون برسه یا سندی باشه اینا. نتیجتا بسیاری از دزدیا عیان نشد، نیومد تو چیز تو دادگاه. یه 25 میلیون تومان عنوان شد از این صحبت ها و اینا خب محکومیت پیدا کردن، ولی بازم این محکومیت در قوانین ارتش 2 سال تا 10 ساله، چون یه موقع من فرمانده ببر بودم، سروان بودم، ناو ببر، فرمانده ببر بودم، در ضمن دادستان نیرو دریایی بودم. بله. قانون 2 تا 10 ساله، در کیس هایی که شما علل مخففه دارین 2 سال، در کیس هایی که علل مشدده دارین 10 سال. این دادگاه دستش بازه، شما وقتی یه گروهبان دزدی میکنه شما 2 سال میگیرین، ولی فرمانده نیرو دزدی میکنه شما 10 سال باید بگیرین و یا بیشتر. من با فرسی و دادستان سر اون اتوبوسرانی تهران که 400 میلیون تومان دزدی شده بود بحث کردم. موقع دادستان نیرو دریایی بودم، اومده بود جنوب، گفتم تیمسار شما این کیس رو چی میگیرید؟ گفت خب دزدی استفاده است. گفتم همین 2 تا 10 سال طبق ماده فلان. گفت بله. گفتم نه، این توطئه بر علیه امنیت ملی است و اعدام. چگونه 400 میلیون دلار در اتوبوسرانی تهران دزدی شده، مردم ناراحت سر میان وامیستن در گرمای تابستون، در سرمای زمستون دندون به هم میزنن، فوش میدن که و فوش میدن به دولت و به دستگاه. این توطئه برای امنیت ملیه. دزدی که حدودی اندازه باید داشته باشه، مگه اینا میخوان مملکت اداره کنن که بودجه مملکت میدزدن؟ به هر حال این خلاصه این پارتیا به کار افتاد و عطا اینا تخفیف پیدا کردن. بعدش هم همون پارتیا مرتب با گل فرستادن به زندان. من یادم عروسی پسر تیمسار مقدم، من فرمانده نیرو بودم، دعوت داشتیم، هویدا هم اومد، باز دیدیم همه وایستادن منتظر یکی دیگه هستن. این یکی بعد از وارد خانم عطایی بود، ایشون زندانن، من فرمانده نیرو و آقای هویدا بالاتر از من منتظر هستیم و خانم عطایی اومد. روابط خیلی ویژه‌ای وجود داشت بین اینا به طور کلی که و تا ایشون اومدن خب بعد عروسی شروع شد. بعد اینا خب کمک کردن دوباره و اینو از زندان آوردن بیرون. اما بازم بحث سر همین دزدی کلان، بازم چون به هر حال تو تاریخ باید بمونه، من این حداقل وظیفه‌ای که دارم اینی که وقتی من دزدی‌های عطایی رو داشتم برای اعلیحضرت تشریح می‌کردم، چون ایشون پرسیدم من مجبور شدم تشریح کردم، من جمله گفتم یه طرح 1000 میلیون تومانی بود در چند جزیره، جزیره‌ای که فقط مرغای دریایی و لاک‌پشتای دریایی هستن شاپینگ سنتر می‌ساختن، نقشه رو بردم نشونشون دادم، شاپینگ سنتر در جزیره فارسی، فقط مرغای دریای لاک پشت هست. اینجوری بود برادر عطایی این طرح 1000 میلیون تومانی رو تجرامی 400 میلیون تومانش هم خورده بودن. من رسیدم قطع کردم بردم به عرض رسون. اونجا بود اعلیحضرت گفتن که خب این عطایی که بد نبود اول. گفتم قربان، از اول اینا تو مسیر دزدی بود، از خرمشهر. بعد ایشون یک کمی با یه لبخندی گفتم ولی نه تا اینقدر، ولی نه تا اینقدر که
به نظر من سال هم که من دادستانم بودم اینقدر اونقدر نداریم و خلاف قانون باید تسلیم دادگاه بشه و رحم نباید کرد. بعدم فرمانده نیروستان من افسری رو که از یک کنتراکتی که قبلا ادمیرال نیروی دریایی بوده بازنشسته شده بود 2000 تومان پاداش گرفته بود در مورد یک کار نیروی دریایی که من به اون کنترات داده بودم که کمک بشه به اون سازمان قانونی بشه. این افسر رو من تسلیم دادگاه کردم، 3 سال زندانی شد، درجه ایناش رفت. خانمش اومد پیش من، خانم جوون دانشگاه تحصیل میکرد با 2 تا بچه 2 ساله و 1 ساله. این موقعی بود که انقلاب داشت شروع میشد، دم نیروی دریا، بیرون نیروی دریا 1,000,000 نفری زنده باد مرده باد میگفت. اومد و بعد مثلا فرض بفرمایید در شهریور ماه بود سال انقلاب، گفت خب تیمسار این الان تو زندانه، ما چجوری زندگی کنیم اینا؟ گفتم خب از نظر کار میخوای هر کاری میتونی، نیروی دریایی شما رو استخدام میکنه، وظیفه داریم شما بتونی زندگی کنی. گفت من قبول میکنم. بعد گفتم ببین اگر امثال شوهر شما این کارا رو نکرده بودن این جمعیت الان تو خیابون نبود. گفت قبول میکنم شوهر من کار غلط کرده، ولی تکلیف من چیه الان که میرم زندان شوهرمو ببینم؟ از پاسبان گرفته تا افسرش باید پول هدیه بدن تا برم شوهرمو ببینم. کجا رو میخواین درست کنین تیمسار؟ کجا رو میخواین درست کنین؟ همه جا فساد. راستش من تسلیم شدم، گفتم این حرف تو منطقیه، چون متاسفانه رئیس شهربانی به من قبلا گفته بود که برای اون موقع که عطایی رو زندان بود، گفت برایش دستور دادم اتاق سوا گذاشتن، تلویزیون اینا داره و اینا. بعد گفتم من اولین فرصت باعث آزادی شوهرت میشم، اولین فرصتم به عرض علازت رسوندم و آزادش کرد. منظور اینی که نه تا این حد ما نداشتیم و در ارتش شوخی نیست و سایه سازمان مملکت اگه پاک نشه بالاخره منفجر میشه. شد تیم سار، ممکن از روزتون تقاضا بکنم که شرایطی رو که موجبات سقوط دولت شریف امامی و نخست وزیری ارتش بود از خاری رو موجب شد برای ما توضیح بفرمایید. حالا تا اونجایی که من خبر دارم، البته در اون روزا ما در سیاست هنوز اصولا دخالت نداشتیم و دخالت ما در سیاست همین هفته آخر بود که علازت رفتن و ما مسئول قرار گرفتیم. ولی یادم اصولا شریف امامی اومد از لحظه اول آزاد گذاشتن مذاکرات مجلس که تعدادی نماینده‌هایی که خود منتخب ساواک و حزب رستاخیز بودن شروع کردن به آرتیست بازی در آوردن و تحریک مردم، بعد خود شریف امامی برود و نمیدونم سخنرانی بکند و بگه شما حقتون رو با اعتصاب بکنید و اعتصاب حقتون رو، اینا رو من تو روزنامه خوندم. بعد اضافه حقوق اینقدر درصد بشه در حالی که خودش میدونست 1 دینار در صندوق دولت وجود نداره. بعدش هم من اون شریف امامی چند سال پیش نیستم. اینا همه خب اصولا اولا انتخاب شریف امامی کاملا یک انتخاب غلط بود. آخه مملکت در حال انقلاب داره میره، شما میایی یه آدم فاسد و که معروف بود و معذرت میخوام، من نمیخوام متهم الان بکنم، معروف بود که هر دقیقه ملاقات علازت 10,000 تومان بود ترتیب داده ایشون میداد. اون چند که ما میدونیم، خب ایشون خودش هم گفت من شریف امامی چند سال پیش نیستم، یعنی دیگه حالا درست شدم و انزه کافی دارم. اینو شما میذاریم وزیر، تازه اگر نخواسته خواسته همه چیزشون هم درست، دیگه اون قیافه هایی که شناخته شدن بذارین کنار، یه نفر دیگه بذارین. اگر به جای شریف ما شاید دکتر صدیقی رو آورده بودن، شاید وزیر به اینجا نمیکشید. و یا کیف امثال اونا
در هر حال شریف امامی خب کم کم با روش کارش به نظرم علل سقوط خودش رو فراهم کرد و مقداری هم اون موقع با اویسی مثل این که با گومگوهایی پیدا کردن که اویسی اومد تو هیئت دولت مطرح کرد. نمیدونم کی بود، من یه منظوری منم رفته بودم یا در هیئت فرمانده ها مطرح کرد. بعد انتخابشون که از اول غلط بود به همین دلیلم سقوط کرد و متاسفانه ایشون بنزین انقلاب شد. یعنی درست موقعی بود که دیگه اون ترنینگ پوینت بود، شاید میشد بازم نجات داد با یه آدم پاکی و قاطع اگه می آوردن، ولی متاسفانه نشد. و در اون روزا من یادمه سر میز نهار با عمرا که نهار میخوردیم، عمرای نیرو دریایی، وقتی این چیزایی که شریف ما میکرد من تو روزا میخوردم، اونا نظر منو خواستن، گفتم من دستم برسه ایشونو به دار میزنم جلو هم. ممکن البته قضاوت من غلط هم باشه، ایشون ممکن آدم خیلی پاکی هم باشه، من متهم نمیکنم، ولی این برای برآورد من از وضعیت ها اصلا آدم اسکریم نمیستی قبول بکنه در اون شرایط واقعا. بعد اومدن کابینه ازهاری به نظر من به اینجا کشید که آمریکا گویا به قول معروف اون چراغ سبز رو نشون داد که بله خب میشه عمل یه سازه دولت قوی تر رو کار بیاد. من جمله قبل از اون چند روز پیش از اون آقای برژنسکی از طریق لاین سفارت با علاده صحبت میکنه 35 دقیقه و مخصوصا تأکید میکنه که دکتر همایون اینجا به هم میگفت که Your Majesty هر کاری میتونی بکن، We will support you. راجع به میلیترین هم صحبت شده و اون شب من شرفیاب بودم، من دیدم علازت خوشحاله بود، اینا کمی اعتماد پیدا کرده بود. دولت نظامی تشکیل شد، بازم اشکال همین بود. شریف امامی را به علت بدنامی شاید نمیستی بذارن، حالا صحیح یا غلط. ازهاری هم آدم شریفی بود ولی آدم این موقع نبود، نمیباشتی نخست وزیر یکی دیگه امبستی گذاشته. بعدش هم که ایشون تازه شد دیگه روش به کلی روش غیر نظامی بود، روش یعنی یه عده میتونیم بگیم شاهینا اومدن نشستن روش کبوترها را بازی بود. کیم شد شاه یا مجلس یا سایر نیروها چه نقشی داشتن در انتخاب ارتش و دستهاری به نخست وزیری؟ نیروها هیچ نقشی نداشتن، فرمانده ها نیروها مطلقا در سیاست دخالت نداشتن. به نظر من بازم همین نحوه پشتیبانی آمریکا و اون تلفن آقای برژنسکی بود که وف فرمانداری نظامی بنابرای وظیفش احتمالاً شاهو در فشار گذاشته بود که اختیارات بیشتر بگیره. گو این که اختیارات فرماندار نظامی رو قانون تعیین کرده بود، اون باستی عمل کنه، لازم نداره از شاه بپرسه. من وقتی خبردار شدم که من در کابینه نظامی عضویت دارم که به نظرم همین صبح زود تلفن کردن از دفتر تیمسار ازهاری، خودش تلفن کرد گفت شما بیاین اینجا با لباس رسمی هم باشه، یعنی با شمشیر و اینا. من فهمیدم که مسئله دولت نظامی مطرح است و رفتیم اونجا، دیدم بله و ما میبایستی دولت نظامی تشکیل بشه و منم خود انتخاب شده بودم مسئول سه تا وزارت خونه. و
به هر حال تا ساعت 11 بود به نظرم رفتیم و به حضور شاه فقید معرفی شدیم، ولی صحبت زیادی شاه نکردن و اومدیم. دولت نظامی که به این صورت تشکیل شد، تعداد از وزارش هم کم بودن که بعداً انتخاب شدن. فرمانده‌ها هر کدوم نیروی زمینی یه وزارتخونه رو داشت، وزارت کار بود، نیروی هوایی یه وزارتخونه داشت، وزارت ساختمون، آبادانی و مسکن بود. من راستش پر در سرین وزارتخونه ها رو به من داده بودن. وزارت فرهنگ بود با 500,000 معلم در اعتصاب. وزارت آموزش پرورش عالی با 100,000 دانشجو اعتصاب و اساتید اعتصاب و رؤسای دانشگاه ها حتی تعدادی در حال اعتصاب و استعفا. وزارت فرهنگ آموزش، وزارت فرهنگ و هنر که فسادش از 18 سال پیش معلوم بود، برای اینکه آقای پهلوی اونجا با توجه به اصول قانون اساسی 18 سال اونجا وزیر بود و مثل یه ملک شخصی اونجا رو اداره میکرد. من رفتم اول وزارت آموزش پرورش، تمام رؤسای معلم ها را و نماینده ها را جمع کردم، یه روز با اینا صحبت کرد. چنان تفاهمی ما با هم پیدا کردیم که قرار شد اعتصاب ها خاتمه پیدا کن. همه تایید کردن، چون دیدن همون حرفی که اونا میزنن و ما هم این حرفا را میزنیم. وزارت آموزش پرورش، آموزش عالی، تمام رؤسای دانشگاه ها را من تهران خواستم از همه جای کشور و در یه جلسه تا وارد شدم، خب اول آقای دکتر شیبانی شروع کرد به داد و فریاد. پیرمرد محترم رئیس دانشگاه هم و من هنوز خیلی نسبت بهش احترام قائلمش، وقتم ندیده بودم، فقط تلویزیون دیدمش، بعدش هم در اون جلسه. البته حرفاش تموم شد و ما نشستیم. تنفس اول که داشتیم برای خوردن یه چایی، ایشون رفت استعفا رو پس داد. گفت من نمیتونم به این بگم نه. یعنی در یه ساعت و نیم پیش اونطور حمله کرد به من جلو همه، راجع به این وضع ارتش و این اوضاع و این نظامی ها چیکار دارن میکنن اینا، به فاصله ساعت نیم نظرش عوض. وزارت فرهنگ و هنر هم رفتم، خب طبق معمول معاونان اومدن و تیم سفرالتون راحت باشه و اتاق جدیدتون رو میخواییم ببینیم. گفتم بله، خیلی دلم میخواد ببین. اتاقی منو بردن که خب یک کاخی بود برای خودش و شاید 4-5 میلیون تومن میگفتن اونجا صرف دکور شده بود برای آقای پهل بود. گفتن روز رویس هم حاضر. گفتم من اتاق قدیمی میشینم و روز رویس هم نمیخوام، ماشین BMW داشتم و منتها این معاونان پا بیرون گذاشتن همه رو بازجسته کرد. رئیس کارگزینیش رو خواستم، بودم همه رو فورا بازجسته میکنی. یک آدم این بود اونجا معروف بود به پاکی، یه مدیر کل بود، اونو انتخاب کردم، گفتم اینو معاون وزارت خونه و به عنوان وزیر عمل کنه، از طرف من کارای اداره کنه. مثل توپ صدا کرد تو وزارت خونه، اصلا باورش نمیشد که این آدما بازجسته بشن. ولی خب روش دولت دیگه دولت نظامی نبود. بلافاصله من طرحی که به شاه مرحوم در حوالی در ابن حوالی شهریور اینا دادم، اون طرحو به ازهاری هم دادم، تیم سارتش بود ازهاری. ولی خب ایشون یه شبم برد تر و خوند،
بعد اومدن گفتن این که متاسفانه من نمیتونم این تر اجرا دستان بستن. البته روزی که سکته کرده بود من رفتم بالا سرشون و تم تیم سارچه کمه همسایش بود. بله اونجا بود گفت که شما به من گفتین و من نکردم. ناراحت بود خیلی. راجع به همین طرح شما؟ بله راجع بده. بله من میخوام از حضورتون تقاضا بکنم که بفرمایید ببینیم که غیر از تیمسار ازهاری در انتخاب وزرا چه اشخاص دیگری دست داشتن یا نفوذی داشتن؟ حقیقت این است که من نمیدونم. تیمسار ازهاری هم مثل اینکه یه دفعه بهشون گفته شده بود و عقب اشخاص باجر شرایط میگشتن. من جاییشون بودم کلن نظامی رو انتخاب میکردم و ولی خب ایشون در این به این فکر افتاده بود که شاید با ادغام تعدادی از اشخاص سیویل خوشنام بتونه که این کابینه رو از اون رنگ و بوی نظامی که اصولا رنگ و بوی خوبی هیچ وقت نبوده در عرصه سیاست در بیاره، که باز به نظر من این کار اشتباه بود. در هیئت دولت هم من گفتم ما نیومدیم اینجا اقتصاد رو درست کنیم، چون صحبت اقتصاد بود که مالیات بگیری رو میخوایم این کار رو بکنیم، حالا بیرون تیراندازیه. من عصبانی شدم گفتم ما نیومدیم اقتصاد رو درست کنیم اینجا، ما یه وظیفه نظامی داریم، امنیت، برگردیم به سربازخونمون. الانم راهش اینه که باید با شدت عمل کرد. اول باید به زور خوابوند این اوضاع رو، بعد ببینیم کجا شده که ملت دارن انقلاب. ایراد چی شده؟ یه جا مسلماً نقص داره که این میلیون‌ها جمعیت تو خیابون‌ها راه افتادن. البته تیمسار ازهاری گفتن که فشار نیار تیمسار. فشار نه. تیمسار ازهاری آدم فوق‌العاده پاک، من مطمئنم آدم متعبری هم هست، یعنی نه ترس باعث این شده بود نه مسائل دیگه باعث این شده بود. فقط اشکالی که بود ایشون هم جز به در پیرو اون میسمنجمنتی که من ذکر میکنم همیشه، ایشون هم تو همین مدار فکر میکرد شاید با پاسیفیسم، با آرامش، با نمیدونم این چیزا بشه مسئله رو حل کرد. ولی متاسفانه با این چیزا مسائل دیگه حل نمیشد. این دیر بود و این جمله معروف انگلیسی too little too late در سر تا سر آخر سال انقلاب بود. همیشه تصمیمای رژیم دولت ما عقب‌تر از حوادث بود. همیشه too little too late بود تا حوادث که به سرعت داشت جلو میرفت. این که ممکن لطف بفرمایید و چند تجربه ای رو که شما با همقطارهای خودتون در کابینه تیمسار ازهاری داشتید برای ما توصیف بفرمایید که مبین شخصیت سیاسی و نظامی این آدم ها باشه، این وزرایی که همقطار شما بودن و با شما در کابینه شرکت داشتن. وزرایی که در کابینه بودن، خب نظامی ها که فقط نظامی بودن و اصولا تجربه سیاسی خودم نداشتن. بعضی ها متاسفانه هنوز نمیدونستن که ضربه چجوری داره میاد، مثل مرحوم ربیعی. مرحوم ربیعی یک رئیس مهندسی داشت که معروف به آرسن لوپن بود و این آدم مثلا معروف بود و ربیعی در اون وضعیت اصرار داشت اینو رئیس سازمان امنیت بذارن، چون وزرا که تعیین شدن حالا یه تعدادی جاشون خالی مونده بود، که به شدت من مخالفت کردم. گفتم اگه شما میخواین که جلو این انقلاب نابود بشین، راهش اینه که یه آدم ناپاک رو بیارین تو این تشکیلات. بعد اصولا دیگه قیافایی نبودن، فقط یه تعدادی غیر نظامی آورد. یکی از اونا
آقای مهران بود به نظرم که برای اقتصاد اینا قویاً ما همه ازش پشتیبانی کردیم، چون آدم درستی بود. مثل اینکه آقای صالحی قبلا وزیر راه بوده، اونم ما پیشنهاد کردیم به علت پاکی و درستیش بشه بیاد، همون آقای مرتضی صالحی. اسامی وزرا رو به خاطر دارید که برای ما بفرمایید؟ راست درست الان در این لحظه نه، مگه اینکه یه مقداری باید فکر بکنم. بله خواهش می‌کنم. بله درست الان به نظرم در خاطرم نیست، برای اینکه وزرا همینطور تغییر کردن، یواش یواش نظامی ها رفتن بیرون. یعنی قبل از اینکه به معرفی بشن به مجلس، در جلسه اول بود که تیمسار ازداری گفتن ما پنجشنبه به مجلس معرفی میشیم. من برگشتم گفتم تیمسار مگر قرار نبود مجلس این منحل بشن؟ ایشون گفتن نه، وضع حالا عوض شده و من میتونم قول بدم که از آقایون استقبالم خواهند کرد. گفتم مسئله خود مجلس نیست که استقبال بکنه، مسئله افکار عمومیه، مسئله عمل دولت ماست. وقتی دولت نظامی اومده دیگه قاعدتا از مجلس نباید، من نمیام اونجا. آقای اون وکیل آذربایجان بود برگرده بنی احمد مثلا اهانت کنه و اونا دیگه وقتی دولت نظامی بود اینا میرن تو خونه هاشون میشینن. به هر حال ما کم کم دیدیم دیگه دولت از اون حالت نظامی واقعا داره میاد بیرون و خود ماها هم کم کم دیگه گفتم برین سر کار خودتون. ما برگشتیم، یعنی قبل از اینکه اصلا ما معرفی بشیم فرماندهان سه نیرو رفتن خونه هاشون، رفتن سر نیروهای خودشون. و مخصوصا روزی که من از وزارت آموزش پرورش می اومدم بیرون، صبح با معلم ها جلسه داشتم دوباره، بعد زور بود که آقای دکتر عاملی مرحوم اومدن که از من تحویل بگیرن. البته من خیلی بهشون احترام میذارم و واقعا شخصیتی بود، خدا رحمت کنه، حیف شد. با تمام این که این آدم خیلی با شخصیتی بود و همه هم میشناختنش، ولی بیرون که من اومدم معلم ها شروع کردن به شعار دادن، شعار کردن دادن به نفع من که ما میخواییم با ایشون کار کنیم. من بهشون گفتم آقایان اولا نیروی دریایی اونجا من همیشه هستم و هر موقع میخوایم بیایید کاری دریایی من از دستم ساخته باشه و شما خود منم جزو معلم حساب کنید، جزو خودتون حساب. ما دیگه نیومدیم واقعا دولت نظامی، ما بیشتر از شاید من بیشتر از 10 روز نبودم در دولت نظامی، من و 2 تا فرمانده دیگه، بقیه بدن عوض شدن و به مجلس که معرفی شدن یه دولت نظامی دیگه نبود. پس اشتباهش مونتا در همون 10 روز من نظرم گفتم، نظرم اینه باید این کار بشه، متاسفانه قبول نشه. تیمسار شما شناختی رو که از تیمسار از حالی داشتید به عنوان یک فرد، ایشون رو به عنوان یک فرد بسیار پاک و درست کار توصیف فرمودید تا اونجایی که من یادم هست، و ممکنه که از شما تقاضا بکنم که نقاط ضعف و نقاط قدرت ایشون رو برای ما توصیف بفرمایید به عنوان یه شخص که شما با ایشون آشنایی داشتید؟ من به نظرم نقاط قدرت ایشون همین پاکیشون بود در وهله اول، در وهله دوم شهامتشون. یه روزی همونطور که عرض کردم من بر علیه فرمانده وقت نیروی دریایی از بوشهر که گزارش دادم، معمولا مرسوم است که در این داد و ستون بده و بستون ها هیچ وقت این گزارش ها رو نمی برن، قبل از اینکه ببرن اینو با هم هماهنگ میکنن و میگیرن و میدن. ولی ایشون خب این شرف رو داشتن که بردن و به عرض رسوندن و نتیجتا نیروی دریایی از اون حالت اون وضعی در عرض چند سال به اون عظمتی رسید که حتی شوروی ها به اون اذعان کردن. و این از نظر نظامی هم تیمسار ازداری خب تجربیات فراوان نظامی داشت و مقدارم از نظر سیاسی وارد بود، مدت سالا سنتا هم بودیشون. اینا چیزای مثبت بود. از نظر منفی من به نظرم ایشون محتاط عمل کردن زیاد از حد و ایشون هم در
پیرو و همین جو عمومی که رده بالای مملکت رو گرفته بود، یعنی یک مرتبه همه پاسیفیست شده بودن، همه این شده بودن که باید مثل یک کبوتر عمل کرد، باید امتیاز داد و باید گوشت داد و، ولی اون موقع امتیاز گوشت دادن بسی از یکی دو سال پیش شده باشه، نه در اون لحظه که انقلاب تو خیابون پیروز شده بود. It was too late. میبایستی اون موقع فقط شدت عمل به خرج داده بشه، دستگیری‌ها شروع بشه، مجالس اینا ببندن، تعطیل کنن، هیئت دولت اینا بازداشت بشن، دادگاه‌های ملی تشکیل بشه، همه رو بدن به دادگاه. تمام فاسدهای 30 سال گذشته میبایستی تسلیم دادگاه بشه. انقلاب دیگه شده بود. اون وقت انقلاب، این پیشنهاد من به شخص خود شاه فقید بود. بله. تیمسار، شما از سبک زندگی تیمسار عسکری چی به خاطر میارید؟ آیا منظور من اینه که ایشان به تجملات بیشتر علاقه داشتن یا زندگی ساده رو ترجیح میدادن؟ آیا شما هرگز منزل ایشون رفته بودید؟ اگه دیده بودید وضع زندگی ایشان چگونه بود؟ ایشون همسایه من بودن و منزلشون هم زیاد رفته بودم. منزل دولتی بود، هیچ چیزش متعلق به ایشون نبود، مثل خونهای خود امثال من دولتی بود و تجمل اصلا ایشون اهلش نبودن و آدمی بودن. روزای تعطیلشون هم میرفتن کوهنوردی، ورزششون هم کوهنوردی بود و اصولا مورد احترام بودن. ما همه ایشون رو واقعا دوستشون داشتیم. یک مسئله که قبلا من اظهار کردم و اون اینه که اصولا در شغلای نظامی بعد از چند سال، اگر یک نظامی بعد از 4 سال یا باید به شغل بالاتر یا شغل همتراز منصوب بشه، همتراز دیگر، یا اینکه بازنشسته بشه، هر کسی معمولا در طول اون 4 سال اون ابتکار و همه کاری که داره به خرج میده. از اون به بعد به اون شغل با یک نظر ویژه نگاه میکنه، مثل یه نظر حسد شخصی نگاه میکنه، شروع میکنه دیگه ایرادا رو قبول نداره، شروع میکنه به مسائل سیاسی رو داخل مسائل نظامی کردن از نظر روابط شخصی و روابط با انسان ها و اینا، و یه مقدارم از طریق تصمیم گیری ممکنه آدم ضعیف بشه وقتی که مثلا 3 ترم 4 ساله در سر این شغل بمونه. شاید این یکی از اینم یکی از خوب ضعف ستاد بزرگ و یا رئیس ستاد بزرگ ارتشداران یا تیمسار عسکری این بود که میبایستی همه ماها سر هر 4 سال عوض بشیم. من که نیروی دریایی به معاونان گفته بودم سر 4 سال من از علازت تقاضا خواهم کرد که منو یا بازنشسته کنن یا جای دیگه بذارن. حالا میپردازیم به تیمسار عسکری به عنوان نخست وزیر و من میخوام از حضورتون تقاضا کنم که برای ما توضیح بفرمایید که ایشون جلسات هیئت دولت رو چگونه اداره میکرد؟ آیا همیشه ریاست جلسات هیئت دولت رو خودشون به عهده میگرفتن؟ بله، اصلا رسمی و مرسوم همین بود و اتاق ویژه نخست وزیری که عکس نخست وزیرای گذشته به دیوار بوده از صدر مشروطیت، ایشون اداره میکرد خودشون و جلسات اینا رو خوب اداره میکردن. مسئله مهم فقط این بود آیا با مذاکرات مشکلات باید حل بشه یا با مسلسل. پیشنهاد من اون موقع این بود مسلسل. میتونم بگم شاید 2 نفر در 2 جا داد زدن و به نتیجه نرسید. من در ایران بودم که از شخص اعلیحضرت تا پایین بقیه فرمانده داد زدم که باید عمل نظامی بشه. این عمل نظامی هم روزای آخر حتی گفتم قانونیش ما میتونیم بکنیم. ما میتونیم به شورای سلطنت بگیم، شورای سلطنت بگه ارتش من نمیتونم اداره کنم، تو به دستور من بیا اداره کن. اون موقع کودتا هم نبود، یه چیز قانونی بود. در آمریکا هم تا اونجا که من خبر دارم مشاور امنیتی برژنسکی بود. ایشون
با آگاهی عمیقانه که یا شاید با مطالعات زیادی که راجع به انقلابا و اینا داشت میدونست که پیروز میشه انقلاب، مگر اینکه با قدرت جلوش در بیاد. آیا هرگز شخص اعلی حضرت در جلسات هیئت دولت حضور پیدا کرده؟ جلسات خیر، جلسات هیئت دولت همیشه اگه بنا بود مثلا در حضور اعلی حضرت تشریف بشه همه میرفتن کاخ. آیا شد همچی جریانی؟ در این مدت من راستش بخواد در وقتی کابینه نظامی بود که اصلا یادم نبرن خیر، اصلا قبل از اونم من به خاطر ندارم، فقط تا اونجا که یادمه هر سال یه جلسات ویژه‌ای راجع به اقتصاد مملکت بود و اینا معمولا در رامسر تشکیل میشد که شاه خودشون بالا خب میشستن و نخست وزیر اینا به ترتیب و خود ایشون اداره میکردن جلسه رو، غیر از اون نه. و مخصوصا در این روزای بحرانی اصولا از حادثه تبریز به بعد علازت شدیداً روحیه خودشون از دست داد، عجیب. و این روحیه در تابستون یه مقدار سر جاش اومد. من یادمه تابستون چند بار شرفیاب بودم، حتی آدمیرال زونوالت و نه اون تابستون نبود، مثل تابستون فرمانده نیرو در اسرائیل همون تابستون اومد و در شمال من دیدم علیزاد حالشون خوب بود. ولی بعد از که بعدن که برگشتم مصادف با ماه رمضان و اون نمازها و اون بساطا به کلی دیگه روحیشون از دست داده و من فکر نمی کنم مریضی ایشون که سرطان بوده و اینا تأثیری در این مسائل کرده باشه. به نظرم مریضی ایشون ضعف روحیه بود که چطور همه چی داره از دست ایشون داره میره و اینکه چطور غربیا ایشون رو تنها گذاشتن. یکی دو هفته پیش، دو سه هفته پیش از اون که ایشون برن، یک مرتبه قبل از اینکه من خداحافظی کنم ازم پرسیدن چرا غرب میخواهد من بروم. من گفتم که قربان اشکالاتی در سیاست نفتی ما بوده، سرمایه گذاری عظیمی در راه انداختن انقلاب ایران شده و داره میشه، اونایی که این کار رو دارن میکنن هدفهای بسیار دوربردی دارن، میرسه به جایی که قیمت نفت معادل سال 73 بشه. ایشون بعد از چند ثانیه فکر سرشون رو تکون دادن، گفتم بله و بلکه هم پایین تر. یعنی این دیگه جزئیات این کلمه و صحبت هایی که شد من هنوز به خاطر دارم، چون همه اینا رو نوشتم به خاطر دارم. و الانم که نگاه میکنیم وضع نفتی رو، اگر تمام این تورم اینا رو حساب کنیم میبینیم زیادم از سال 73 شاید دور نیستیم و نباشیم. بالاخره در چند سال آینده احتمالاً نفت بالاخره بازم بیاد پایین و برسه به اون قیمت. بیشتر این دعواها در خاورمیانه همیشه دعواهای نفتی بوده، همیشه بوده. و اگر رهبر مملکت سیاست روشن‌تری در پیش گرفته خب موفقیت وجود داشته است همیشه، وگرنه که خب شکست همیشه بوده. آیا جلسات هیئت دولت به طور منظم تشکیل میشد تیمسان؟ اگر میشد در کجا و در چه ساعتی؟ جلسات هیئت دولت در همون نخست وزیری تشکیل میشد و ساعت نداشت، منظم ساعتی نبود. همینطور سر هر فرصت هی تلفن میشد که اصلا ساعت 3 بعد از ظهر جلسه است، بیاین نخست وزیر. بعد تیمسار ازهاری شروع کرد با قاطبه مردم تماس گرفتن. بعد مثلا یه روز من یادمه تمام سندیکای تاکسیران رو خواسته بود و براشون صحبت کرد. بعد معتقد بود با این تماسی که با مردم داره کم کم موفق خواهد شد. البته من میدونستم که فایده نداره، کار از این مسائل گذشته است. معذرت میخوام، ببخشید.
بله، منظور من همینه که تیمسار اصحاری خیلی تکیهشون روی تماس با اشخاص، با سندیکاها، با مردم، با قاطبه اهالی که شاید بتونه پشتیبانی همه را جلب کنه که بالاخره اون چی که انقلاب میخواد ایشون حاضرن همین کارا را بکنن. انقلاب یعنی آزادی به مردم بدن، ترتیبات را حتی فراهم کنن. ولی خب همه اینا دود دیر شده بود. ممکن لطف بفرمایید و رفتاری رو که جنرال اصحاری با وزرای خودشون داشتن برای ما توصیف بفرمایید؟ منظور من اینه که تا چه اندازه به وزرا اختیارات میدادن که تصمیمات رو خودشون بگیرن و یا اینکه شورای وزیران به طور دست جمعی درباره تصمیماتی که اثرات عمده روی مملکت داشت از نظر اجتماعی و سیاسی تا چه اندازه مشارکت میکردن؟ اولا اعتصابات کم کم شروع شده بود و مناطق نفتخیز اعتصاب کرده بودن، به دولت داشت سرایت میکرد و واقعا محل تصمیم گیری راجع به مسائل نمیدونم عادینا نبود. تمام بحثای ما راجع به چیزای بحران، مسائل بحرانی بود، حل بحران بود و همه این ساعات هم زیر تیراندازی شدید سلاح‌ها انجام می‌گرفت. یعنی بیرون تو خیابونا تمام مدت تیراندازی بود. بله. جلسه دولت با تیراندازی ها و اینا تشکیل می شود. بله. و بس محض مسائل همش روی مسائل سیاسی دور می زد. روابط خود وزرا با هم دیگه چگونه بود؟ منظور من اینه که آیا اینها با هم دیگه هماهنگی و همکاری داشتن یا باز هم مثل بعضی از کابینه های گذشته بین وزرا رقابت شدید برقرار بود؟ همکاری وجود داشت، برای اینکه دیگه این صحبت رقابتی اینجا دیگه وجود نداشت و خطر مشترک خب همه را به هم نزدیک کرده بود. حتی از تعداد اعضای سیویل که بعدن اومدن، خب اینا همه مورد احترام ما بودن. من جون آقای مثلا نجفی وزیر دادگستری، ایشون آدم خیلی محترم و آدم پاکی بودن. و خیلی جالب است یه مسئله من در اینجا ذکر کنم و اون اینه که در اون موقع ها یه لیست یه دفعه بیرون اومد، تعداد اشخاصی که از مملکت پول خارج کرده بودن و لیست اولیه تقریبا درست بود. خب ما همه مردم میشناختن کیا این کار کردن. اصلا بعضی هایی که میدونستن اینقدر امکانات دارن کارشون دائم این هست، دولت هم که جلوی خروج پول رو نمیگیره. تا وقتی که تیمسار اظهاری اینجا در واشنگتن به من گفتن که با نیویورک رفته بودن با دیدن مرحوم اویسی، تیمسار اویسی بوده، پدر خانم تیمسار اویسی بوده و تیمسار اظهاری بودن، تعدادی از اشخاص بودن و آقای سمیعی اونجا بودن که موقع وزیر آموزش عالی بودن. صحبت از وضعیت ایران اون لیستا که میشه، بحث پیش میاد که یه مادر یکی از لیستا اسم تیمسار اظهاری بود، یعنی لیست دوم در اومد. آره. تیمسار اظهاری هم پول خارج کرده بود. یه دفعه آقای سمیعی برمیگرده میگه که میدونین اون لیست رو کی نوشته بود دومی رو؟ میگه من نوشته بود. حالا تصورشو بفرمایید، آقای وزیر آموزش عالی، آقای سمیعی، همه هاج و واج موندن. میگه آها، پس گوش کنید. یه روز رفتم من بعد از اینکه دولت اظهاری اومد، من رفتم که پاسپورت بگیرم برم بیرون. به من ندادن. رفتم دیدن معینیان. که معینیان تلفن به اظهاری کنه. معینیان تلفن به اظهاری میکنه. اظهاری از اونوری برمیگرده. میگه آقای معینیان به علازت بفرمایید این وزرا و اینا دارن دونه دونه در میرن. این یه تأثیر معکوس در افکار عمومی داره.
اینا بهتره باشن و کسی هم کاری باشون نداره. آقای معینیان میگه که ولی خب تیم سرخواهشون حالا این یکی رو ندیده بگیرین. میگه بسیار خب، حالا که شما میگین ایشون برن پیش آقای نجفی وزیر دادگستری، چون از اونجا اصلا یه ماده واحدی بود که از روی عمل میشد. آقای سمی میرن دیدن آقای نجفی. آقای نجفی گویا ایشون رو تحویل نمیگیرن. از اونجا ایشون گفتن که من گفتم من یک خانواده 300 ساله یه آدم بی سر و پایی مثل نجفی حالا بیاد و به من پاسپورت نده، پدرتونو در میاره. میگه رفتم قبلا که اونجا بانک اینا، گویا خودش رئیس اونجاها بوده. میره میگه اون لیست اولیه کی نوشته و بهش میگن. میگه شما خب حالا که بقیه‌اشو چرا نمی‌نویسید؟ میگه بقیه، میگه بقیه‌اش این که الان خود تیمسار ازهاری جزء اوناست. میگه آوردیم گذاشتیم دیدیم خب کی رو بنویسیم، دیدیم که اسم ازهاری. بعد خب که گفتم خب وزراش هم نظامی هستن، پس فرماندهای نیروها رو نوشتیم، اسم منم نوشته بود. نمی‌دونم چقدر 180 میلیون دلار یا تومانی هم چیز. بعد عصر بردم کرج، به مقدار زیاد اینا رو تکسی کردم و پخش کردم. تیمسار ازهاری برمیگه میگه اون خانواده های 300 ساله بعضیا کار خودشون رو خودشون نمی‌کردن. تو ولد ازدلا به وجود اومد. بله. اینم داستان اون لیست معروف و هست که لیست دوم منتشر شد که اسم بیچاره تیمسار ازهاری بود. اصلا تیمسار ازهاری هیچ اینجا هم در واشنگتن هم خب اگه شاید دختریشون نباشه نمیتونه زندگی بکن. چه کسانی بیش از همه مورد اعتماد تیمسار ازهاری بودن و مورد مشاورت ایشون قرار میگرفتن؟ غیر از وزرای کابینه. حقیقت این است که نمیدونم و کیا بودن ایشون مشورت میدن، چون خب به پیشنهادهای من که ایشون خود توجه نکردن، شاید فکر میکردن روش خودشون معقولتر بوده و ولی نمیدونم، چون فقط مشورت که با ما میکردن در همون هیئت دولت بود، بحثای کلی بود. ایشون بعدن برمیگرد رئیس ریاست ستاد ارتش هم هنوز خود ایشون داشتن. بله. بعد عصرا می اومدن یه مقدار ستاد ارتش هم کار میکردن، بعضی از عمرای ستاد ارتش بودن که خب باشون خیلی نزدیک بودن. من به شخصم به تیمسار ازهاری خیلی احترام میذاشتم همیشه، یعنی در کارهای رئیس ستادیشون از نظر من خیلی احترام بهشون میذاشتم. روابط تیمسار ازهاری با اعلیحضرت چگونه بود؟ خیلی خوب، به طوری که اعلیحضرت گفته بودن که شما بهترین رئیس ستادیست که من دارم. و یکی از دلایلی که شاید تیمسار جمع بعدن که خواستار شدن اومدن نخواستن شغلی بپذیرن، بعدن گفته بودن که خب شما که همیشه بهترین رئیس ستادتون رو دارین، چون خب تیمسار جمع رئیس ستاد بود بیه بدون دلیل بازجسته شد. بله جمع هم حیف شد، جمع افسر خیلی خوبی بود. بله روابط تیمسار ازهاری با اعلیحضرت خیلی خوب. بله. آیا وزرای دولت تیمسار ازهاری خودشان ملاقاتهای فردی با اعلیحضرت داشتن و از اعلیحضرت دستوراتی دریافت میکردن؟ نمیدونم دقیقا متوجه شدم. اتفاقا نکته جالبی هم هست برای اینکه خب ما در هفته دو بار همه شرفیاب میشیم برای کارهای نظامی، ولی وقتی دولت نظامی ازهاری اومد رو کار و خود تیمسار ازهاری میگفت در کارا من از اعلیحضرت دیگه اجازه نمیگیرم، بسیار از کارا رو خودم میکنم. بله. و خب این اتوماتیک باعث شده بود که ما ملاقات هامون هم حتی یعنی شرفیابی هامون کمتر شد، به طوری که یه روز اعلیحضرت یک کمی ناراحت شده بود و فرستاده بود چهارشنبه بوده گویا منتظر بوده، هیچ کدوم از فرمانده حتی رئیس ستاد نرفته بوده که گوه تیمسار بدرهی گفتن به فرمونده های رو بگیم مگه کاری ندارن کجا هستن اینا،
که البته فوراً رئیس ستاد تلفن کرده بود که چون فرمانده‌ها کاری نداشتن، مسئله فقط مسئله بحث رو بحران و ایناست و برای همین شرفیاب نشدن. یعنی خود اعلیحضرت خیلی ناراحت شده بود که چطور هیچکی نیومده دیدنش. و البته این یه ناراحتی فکری هم به وجود میاد که نکنه اینا یه حرفایی با هم زدن و کارهایی میخوان بکنن. شما خودتون در دوره وزارتتون آیا هرگز با شرفیاب شدید خدمت اعلیحضرت و که مطالب رو به شرف عرض برسونید و دستوراتی در اون مورد از ایشون دریافت بدارید؟ درست یادم نیست، من فکر نمی‌کنم، برای اینکه همطور که عرض کردم من بیشتر از 10-12 روز ماها نبودیم، ما نظامی ها اتونای کنار گذاشته شدیم. یعنی از اول روش مخصوصا پیشنهاد ما این بوده بر مبنای خشونت بریم جلو و تل کنیم بکوبیم بعد، و خب این مورد توجه نبود. یعنی نه شخص علازت میخواستن این کار بشه، نه خسروزیر هم خب تابع علازت بودن. من یادم نیست، و اگرم شرفیاب شده باشم مسلمان راجع به مسائل سیاسی نا بحث نشده، یه چیز خالی شاید ویژه نیرو دریایی بوده مثلا.